الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال قف حضرت يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، مقرر كن مرا بر خزانه های این سرزمین، مرا بر خزانه های این سرزمین مقرر کن. در اینجا خزانه ها تعبیر که کل شامل می شود، یعنی به تعبیر دیگر مرا وزیر مالیه و اقتصاد بگردان. آنچه که مردم از او شکایت میکنه، داد میزند، همان خوردن حقشان است. نبود برنامه برای رشد اقتصاد یک مردم است، نبود یک تفکر برای بلند بردن سطح امو توانایی اقتصادی مردم است. حضرت یوسف علیه السلام میگه اجعلنی علی خزائن الارض، مقرر کن مرا به خزانه های این سرزمین، اینی حفیظ علیم، هر آن من محافظت کننده و دانا هستم. محافظت کننده از بیت المال هستم و دانا هم هستم که چگونه تقسیمش بکنم و دقیق تقسیمش بکنم. علما در رابطه به این قضیه که حضرت یوسف علیه السلام به یک پادشاهی که مسلمان نیست به او میگه که مرا مقرر بکن، میگه کار کردن امرای پادشاه ستمگر چطور است؟ در تحت از این آیت زیادی از مفسرین از جمله امام ماوردی رحمت الله علیه در تفسیر خود امین نقطه را جای میدهد و میگوید که ارگاه مولا ظالم نباشد، قصدن ستمگار و مستبد نباشد، کار کردن در جاهایی که به خیر مردم است هیچ باکی نیست، شما میتونید کار بکنید. حتی در فتاوا این نقطه را هم آمده که اگر یک مسلمان با ظلم یک سرزمین را میگیرد، یعنی یک حکومت را کنار میزند و خودش به زور سرزمین را میگیرد و پادشاهی خود را اعلان میکند، بعد از او با در خدمات میخواهد داخل شود، یعنی یک حکومت را کنار زد، کودتا کرد، خود جای به جای شد، از او بعد قصد خدمت را به مردم داشته باشد. اگر کسی بگوید که من را کار میکنم یا به من چیزی بسپار، میگوید گناهکار نیست، این گناهکار نیست. از این خاطر یک مشکل کلان را حل میکند در اموری که به خیر مردم بوده باشه، ولو که ما با صاحب حکومت و با نظام خوب نیستیم، صاحب نظام را نقد میکنیم، شیوه آمدن نظام را نقد میکنیم، ولی در موارد و مؤسساتی که به خیر مردم به کار میرود در اونجا ما کار کردند. و در تحت از این آیت زیادی از مفسرین این موضوع را ذکر کردند. قال اجعلنی علی خزائن الارض. نکته دومی است که میگه وقتی که دیدی که پادشاه و یک پروژه عام المنفعه و آنچه خیر مردم است در او پیش کرده میشود و تو متخصصش هستی، تو میفهمی، ولی اگر تو آواز خود را بلند نکردی یا کسی دیگری او را به عهده خود میگیره و نه تنها که خیرش نمیرسد بلکه شرش میرسد، شما از این پیام حضرت یوسف علیه السلام استفاده بکنید و خود را معرفی بکنید که من در این باب ام حفیظ هستم، ام علیم هستم، تخصص ما هم هست و تجربه ما هم هست، بنابراین ما باید پیش برام. نکته سوم این است که روشی که امروز ما شما داریم در حکومتداری ها این چطور است؟ این به این معنی که یک نفر میخیزد یک فرم را پر میکنه و خودش به اصطلاح اپلای میکنه، خودش بر خود وظیفه میخواهد، در حالی که رسول علیه السلام از این منع کرد، از این کار منع کرد. پس ما در اسلام عزیز ما بعض چیزا از جمله ثوابت داریم، بعض چیزا از جمله چی داریم؟ متغیرات داریم. این قضیه از جمله متغیرات است. به این عنوان که حکومت وقت مکلفیت داره برای اتباع چی بدهد؟ زمینه کاریابی بدهد. حکومت مکلفیت داره که زمینه کار را برای اتباعش مساعد بکنه. بنابراین در اینجا به حسب تخصص، به حسب تخصص و به حسب تجربه، اگر شما چیز را پر میکنین گناهکار نیستین و میتونین که معمول و آرام کار خود را انجام بدین. و این معنای از این نمیدهد که رسول علیه السلام فرموده بود که ما کسی که تقاضای کار را از ما خودش بکنه باز برزو وظیفه نمیدیم، بلکه این در پروسس داخل میشه، در اموش شبه های امتحان داخل میشه و ما با این مشکل هم نداریم و زندگی ما، رواج ما کاملا متفاوت شده با زمانه هایی که صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین زندگی داشتن.
بعد الله میفرماید که و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، و همچنین که او را در تعقل، او را در از یک حالت به حالت دیگری که ما او را از یک مشکل خلاص کردیم، بعد از او نجاتش دادیم، حالتهای از او را خوب کردیم، مکننا لیوسف فی الارض، منزلت دادیم یوسف علیه السلام را در زمین. تعبیر میکنه که ما از حضرت یوسف علیه السلام مکروه را و سختی ها را طوری که دور کردیم در طول حالت هایش. برادرش را در چه انداختن؟ باید میمون. ولی ما بودیم که او را در چه نجات داد. بعد از او در فروشش بسیار کپایی بود که سبب سقوط و بدبختی از او میشد، از او حالت نجات داد. بعد که در مابین زندان رفت، در اوجا ما زمینه را برش مساعد کردیم که آرام زندگی بکنه و دیگرها را وادار کردیم که احترام از او را داشته باشه و در خدمتش همین زندانی ها بوده باشه. مکن علی یوسف فی الارض، ما جای دادیم یوسف علیه السلام رو در زمین، ما همین زمینه را برش مساعد کردیم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرماید که انگامی که انسانی که اعمال صالحه را انجام بدهد، این اعمال صالحه هر دفعه که بالا می رود به طرف علیین و از امی شخص بالا میرد، یک نوع سرک واره به اسلام معنوان ایجاد میشد و ملائکه‌ای که در کنار آی آسمان است میفهمند که این از طرف کی اعمال صالح بلند میشد، تا وقتی میرسد که الله متعال حضرت جبرائیل امین علیه السلام را سلام میکند که جبرائیل، من فلانه پسر فلانه را دوست دارم، تو هم دوستش داشته باش. حضرت جبرائیل امین علیه السلام میگه که یا الله، من فلانه پسر فلانه را دوست دارم. از این بعد در کنار آسمان ها آواز میدهد که او کسایی که در آسمان هستین از ملائکه و مخلوقات دیگری، الله فلانه پسر فلانه را دوست داره، شما هم دوستش داشته باشین. ثم یوضع له القبول فی الارض، از او بعد در زمین باز خداوند متعال قلبهای مردم را به محبت از او پر میکند. باز ناشناخته او را دوست داشته میباشی، مجلسش را دوست داشته میباشی، مراوده با او را دوست داری. در اینجا قرآن همیتون میگه و کذالک مکننا لیوسف، امین طور که او را از یک مکروه سختی نجاتش دادیم، مکننا او را جای دادیم، مکنت دادیم در زمین که هر مردم با او جمع شدن. یعنی بسیار زیاد سخت است که اول یک نفر از خارج بیا باز در اکثر زمین کلان شوه و مردم او را بپذیرن. ما امی زمینه را مساعد کردیم که مخالفت ها همراهشان شروع نشد. دو، ما بر زمینه رو مساعد کردیم که هر کس، انسانایی که اونا یک تا پرست بوده باشند و کسی دیگری مشرک بوده باشند، چطور گپی از او را بپذیرد؟ این خودش یک تنازع است، یک اختلاف است، ولی این بود را هم ما بر زمینه سازیدیم که آرام. سه، اقتداد انسانای خائن هستند، اونا نمیتونن انسانای امین را بپذیرند و قبول بکنند. پس ما بودیم که همین اختلافات را از پیشان دور کردیم و زمینه خدمت را برش مساعد کردیم. یتبوأ منها حیث یشاء، قرار می گرفت از آن هر جایی که می خواست، هر جایی که می خواست در اون طرف می رفت، کسی مخالفت نمی کرد و کسی جرأت از این را پیدا نکرد که چرا بگوید. یتبوأ منها حیث یشاء، هر طرف که می خواست ما او را بر زمین سازی می کردیم تا رایش باز بوده باشه و خدمتش باز بوده باشه. نصیب برحمتنا من نشاء، می رسانیم رحمت خود را من نشا به هر که بخواهیم. این تفضلن، تفضل ما امیسته که ما وقت بخواهیم به کسی را چی میدیم؟ یک نعمت برش میدیم. بعد از در رابطه با نعمت کسی گفته نمیتونه که چرا و به چرا خداوند مطالبه ای داد. این کلش تفضلی است. نصیب برحمتنا من نشا، میرسانیم رحمت خود را به هر که بخواهیم، تفضلن منه و نانودی و اجر المحسنین، و ضایع نمی کنیم مزد نیکوکاران را. مزد نیکوکاران را ما ضایع نمی کنیم. در اینجا یک پیام بر ما خداوند متعال میده که حضرت یوسف علیه السلام را در زمین جای داد و او یتبوأ منها حیث یشاء، قرار میگرفت از آن هر جایی که میخواست، هر جایی که میخواست. به خاطر چی میرفت؟ به خاطر ادای مکلفیت خود، برای ادای فریضه خود. از این خاطر آرام نمینشست. یعنی کسی را که ما جای دادیم، وقتی جایگاهش حفظ میشد که او وقت برای چی بدهد؟ وقت برای کار بدهد. نه که یک جای قرار میگد باز خواب بکنه، بلکه از این فرصتی که برش داده شده از این باید استفاده بکنه، خود مانده بکنه، سفر بکنه و تفحص بکنه از احوال مردم.
اگر این کار کردی از جمله محسنین میشه. یعنی به این معنی که قدرتی که تو داری، توانمندی که تو داری، او توانمندی را به کار بگیری. وقتی که به کار گیری چون به خیر مردم است، احسان کردی. و محسن کی است؟ محسن اگر نسبتش به خدا بکنیم، یعنی با خدا کسی احسان چطور میکنه؟ که اخلاص خود را خوب بکنه و در نشر شریعت الهی استوار قدم بگذاره. محسن با خود کی است؟ کسی که با خود خیانت نکنه، دروغ نگوید و صفات نیکو را در خود تبلور ببخشد. محسن با مخلوق کی است؟ با جامعه کی است؟ کسی که در خیر مردم تلاش میکنه، مردم را از فقر خلاص بکنه، از ناامنی خلاص بکنه، در سوادشان، در فکرشان، در اخلاقشان مسئولانه اقدام بکنه، این همه محسن هستند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم باز احسان را یک تعبیر بالاتر میکند که میگه ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. احسان چی است؟ ان تعبد الله، اینکه الله را عبادت بکنی، کانک تراه، گویا که خدا را تو دیدی، خدا را میبینی. اگر الله را تو نمیبینی، خدا خدا را میبینی. یعنی احسان به معنای انجام عمل صالح فقط و فقط به خاطر خداوند متعال، هیچ نوع حظوظ نفسی را در وجود خود جای ندی. اگر چنین شد، ولا نضیع اجر المحسنین، ضایع نمیکنیم اجر نیکوکاران را، مزد نیکوکاران را الله میگه ما ضایع نمیکنیم. خب احسان وقتی که ادای مکلفیت شد و خدمت برای جامعه شد، این کلش در حقیقت از نظر ظاهری نقص است. یعنی نیکویی بدون نقص نیست. شما میرین مشکل یک نفر حل میکنی، پس از خواب خلاص شد. کسی را انفاق میدی، کمک میکنی، پس از پولت کم شد. کسی را لقمانان میدی، خو از تو کم شد. کسی را لباس میدی، از تو کم شد. به تعبیر دیگه شما تو یک جای بر ما نشان بده که شما نیکی بکنی ولی از تو ما چیزی کم نشد، نقص نباشد. حتما نقص مادیره میگیری، یا در وقت میگیری یا در پیسه میگیری، بی نقصان نیست. چون از خود نقصان دادی، الله میگه ولا نضیع اجر المحسنین، باز ما هم ضایع نمی کنیم مزد نیکو کاران را. اما چیزی که از تو کم شد، اما را پس بر تو بیشتر میدیم. وقتت ضایع شد، وقتی بیشتر برد میدیم. مالت ضایع شد، مال بیشتر برد میدیم. هر چی که از تو ضایع شد، اما را بر تو چی میدیم؟ بیشترتر و بیشترتر میدیم. از این خاطر است که یک صحابی دعا میکرد که خدای ما خود هیچ چیز ندارم که در راه تو انفاق بکنم، ولی کسی که به ما دشنام داده، کسی که سر ما تجاوز و حق ما را گرفته، یا الله امور کلش را بخشیدم و کلش به نیکی برش تبدیل بکردم. سبحان الله، الله متعال به او پاداش بس بلند و بلندی را برش نصیب میکنه. ولا نضیع اجر المحسنین، ضایع نمیکنیم از اجر نیکوکاران را. خب این نیکوکاری خوب از شروطش خوب الحمدلله کل ما شما میدانیم که ما اتباع شریعت را میکنیم، نیکوکاری را خود ما ساخته نمیتونیم، بلکه عمر 23 سال رسول ما صلی الله علیه و سلم در تحت وحی بود. کل تعاملات را برای ما شما نشان داده، چی از نظر شخصی بوده باشه، چی اجتماعی بوده باشه، چی خانوادگی بوده باشه، چی صلح بوده باشه، چی جنگ بوده باشه، کلش واضح است. پس بهترین نیکوکار کی است؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. ما چی باید بکنیم؟ او را قدوه خود قرار بدیم و در روشنی زندگی و سیرت مبارک از او اعمال شایسته را انتخاب بکنیم. خب هر کسی که نیکوکار شد نقص میکنه از نظر مادی، ولی اجر الاخرت خیر للذین آمنوا، و هر آن مزد آخرت بهتر است آنان را که ایمان آوردن. کسایی که ایمان آورده مزد آخرت برش بهتر است. و کانوا یتقون، و بودند که پرهیزگاری میکردند. کسی که پرهیزگاری میکنه و کسی که احسان میکنه، اجر از او را خداوند متعال خامخا پورا پورا برش میده. ولی اجر الاخرت خیرون، و هر آینه مزد آخرت، پاداش آخرت خیرون بهتر است. للذین آمنوا، برای کسایی که ایمان آوردن. یعنی کافر اگر نیکوکاری میکند، مزد از او را در دنیا خدا برش میده. مسلمانی که نیکوکاری میکنه هم در دنیا میگیره، ولی اجر الاخره خیر، ولی مزد آخرتش بهترتر و نیکوتر است. پس اگر کافرم در دنیا خوبی کرد، باور داشته باشین که الله متعال چی میکنه؟ مزد از او را ضایع نمیکنه.
هر کسی که در دنیا خوبی میگه ولو که کافر از مزد خود را میگیرد. و شما بر من نشان دادن نمیتونین که یک کسی خوبی بکنه و مردم او را فراموش بکنه و پاداش از او را نگیرد، خامخا میگیرد. و کانو یتقون، و بودن که تقوا میکردن، پریزگاری میکردن. یعنی به این معنا که اگر تقوا را به یک تعبیر قرآنی تعبیر بکنیم که الله متعال میگه ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقی، این کتاب مایه هدایت است برای متقی. ولی متقی خودش خوب است، میگه به این معنا که هیچ وقت نمیخواد کاری بکنه که از او پایین بیاد، حداقل خود را نگاه میکنه، خود را نگاه میکنه. پس محسن اساسی کی است که یک نیکی نمیکنه، دو نیکی نمیکنه، بلکه نیکی های خود را ادامه میده. سقوط دیدنه که یک روز خوب بوده باشه دیگر روز پس سقوط بکنه. این قضیه آمد حضرت یوسف علیه السلام وزیر مالیه یا صدر اعظم یا وزیر اقتصاد، هر نامه که سرش میگذارین، عزیز شد، امور مالی را در اختیار خود گرفت و خدمت خود را شروع کرد به مو پلانی که داشت و مو خواب را در نظر گرفت. بناهن رفت گندم را زیاد کشت کرد، دستور داد هر کس باید گندم را کشت بکنه. وقتی که کشتش کرد، از او بعد به اندازه ضرورت به مردم گفت ایره آرد بکنین. دیگه شد در خوشه نگاه کرد، در خوشه شد را نگاه کرد. او وقت همو سیلوهایی که امروز ما شما داریم او خو نبود. به این معنی اگر ای از خوشه خلاص میشد و ای جغل میشد، در یک جای انداخته میشد و تغییر نمیخورد، هوای تازه نمیگرفت، از بی خراب میشد، یا به اساس نم خراب میشد، یا چیزی او را میخورد، خو نابود میشد. حضرت یوسف علیه السلام دستور داد که ایره شما جغل نکنه، اما در خوشه هایش نگاهش بکنه. به همین شکل برش ذخیره سازی کرد. سالهای گذشت که قحطی شروع شد. 7 سال فربه به اصطلاح گوارا تیر شد. 7 سال دیگر خوشسالی آمد. این خوشسالی تأثیرش به اندازه بلند بود که خود مصر خو بگذارین، که در حوالی مصر در اوجا هم مردم با مشکلات روبرو شدند. پس برادرای یوسف هم ذخیرهشون خلاص شده بود، خانواده بسیار کلان بودند، نان بسیار زیاد باید ضرورت داشتند. اونا هم خبر شد که در مصر یک حکومتی هست عادل و برای مردم کار میکنه و در خدمت مردم هستن. اونا هم در طرف مصر رو آوردن. و جا اخوت یوسف و آمدن برادران یوسف علیه السلام، فدخلوا علیه، پس داخل شدن بر وی، فعرفهم، و شناخت ایشان را، و هم له منکرون، و ایشان او را ناشناسا بودند. این برادرها آمدن وارد سرزمین مصر شدند. فدخلوا علیهم، پس داخل شدند بر وی، فعرفهم، پس شناخت ایشان را، فورا شناختش که خب برادرای ما هستند. انگامی که ایرا گفت که داخل شدند، فدخلوا علیهم، فدخلو فا افاده ترتیب را میکند و تعقیب را، یعنی دو فایده میکند، ترتیب و تعقیب. با مجرد که وارد مصر شدند فدخلو، امو لحظه داخل چی شدند؟ دفتر حضرت یوسف علیه السلام شدند. ای بر ما ای را میرساند که کدام بواب نداشت، برادرخانه نداشت، در اونجا تو کشفش جور نکرده بود که امروز که شما وزیر خو بگذارین، موین خو بگذارین، قسم به خدا رئیس دیده نمیتونه. صحیح شد نه؟ اما قسختی هستن. اون مرده کل اختیارات هم امرایش هست. امی که وارد سرزمین شدن فدخلو، داخل شدن علیه به حضرت یوسف علیه السلام. هیچ مانعی نبود. مردم را پذیرفت، میپذیرفتن. و امی نقطه بود که رسول علیه السلام بواب نداشت. و خلفای راشدین بواب نداشت، سخت مخالفت میکرد. حضرت عمر بن حبره یکی میگه به حضرت عمرو بن العاص، میگه عمرو بن العاص عزلت میکنم که تو پیش دروازه خود بواب را بگذاری، بگذار که مردم بیا مشکل خود را بکنند. یکی نظم است خب که ما اتفکر بکنیم که به طور مثال یک تعدادی هستن در دفتر هیچ کاری نیست، قسم میکنن، چای میخورن، ولی پشتر در دفتر بسیار مردم هستن. این صحیح کار نیست. یکی اگر به خاطر نوبت و به خاطر نظم قضیه هست، هیچ مشکلی نیست، میتونیم که نظم را رعایت بکنیم و به حسب نوبت خود بریم. این به معنای بواب، به معنای از این که فلانه بیا فلانه نبیا، این تو نیست. هر کس میتونه آمده، میتونه
ولی نوبت را رعایت بکن تا گپشان خوبتر شنیده شود. و جا اخوت یوسف و آمدن برادران یوسف و دخلوا علیه پس داخل شدن بر وی فعرف هم پس شناختشان را فعرف هم برؤیته از این قوارایشان شناختی که برادرایشان بودن یا تعبیر دوم میگه فعرف هم بلغتهم اینا را از زبان شناخت زیرا اونا عبری صحبت میکردن یا که دمان چون عبری صحبت کردن شناختی که شما خزی شهر نیستیم دیگه جا بوده و هم له منکرون و ایشان او را ناشناسا بودن. چرا؟ حضرت یوسف علیه السلام خرد بود در چا انداخته دیگه کی پرسانش میکرد؟ از کلانیش خبر نمیشدن. بیچاره بود از عزیز بودنش خبر نداشتن. فقیر بود از این غنایش خبر نداشتن. این چیز ایش قابل عقل نمیگنجد که یک کسی که او را بفروش غلامش بکنه و بیا صدرازم شود. از این خاطر و هم له منکرون. اینا برشان کاملا ناشناسا بودن. هیچ عقلا این را قبول کردن نمیتونستن. ولما جهزهم بجهازهم و چون مهیا کرد برای ایشان بجهازهم سامان ایشان را. همین که آمد پرسان کرد خب مشکل چی است؟ گندم نداره. با مشکلات رو برو هستیم. خیلی خوب. چند نفر هستیم؟ پرسان کلا می رود. خب چند نفر هستیم؟ میگه ما صاحب 11 برادر هستیم. حالا خیجا شما 10 نفر آمد. و دیگه تان کجاست؟ باز میگه صاحب یک پدر مورا نمیمونه که بانه. خب پدرت چی هست؟ یعقوب چی کاره هست؟ پیغمبر امو تو پرسان کده دیگر رفت پرسان کده به حسب امو تعداد نفرش برشی داد برش گندم را آد منه که ولما جهزه هم پا چون محیا کرد برای ایشان به جهازه هم سامان ایشان را قال گفت اتونی بی اخی لکم من ابیکم گفت بیارید نزد من بی اخی لکم برادر علاتیتان را من ابیکم که از پدرتان است امو برادرتان که در پدر امرای شما شریک است او را دیگر دفعه برم بیاری خام خورم میاری الا ترون اول تشویقشان میکنه الا ترون آیا نمیبینید انی اوفی الکیل ما پوره میدهم پیمانه را به حسب چی میتونم به حسب نفوس میتونم بدان شما گفته بودیم که یک بیادر موجو است این دفعه خواست بشم گرفتی و دیگر دفعه بیادر تا باید ببینم انی اوفی الکیل ما پوره میدون پیمانه را به حسب بشی به حسب نفر و انا خیر المنزلین و من بهترین مهمانداری کنندگانم بهترین کسی هستم که مهمان پذیرایی میکنم شما را عزت دادم به حیواناتان علف دادم جای شب برتان مهیا کردم و به حسب ضرورتتان گندم برتان دادم بنان ما این نکته را ببینین که نزول اگر گرفته شود به معنای مهمانی یعنی من بهترین پذیرنده مهمان هستم چقدر مهمانیتان کردم و اگر نزول گرفته شد به معنای فرود آمدن و انا خیر المنزل و من بهترین کسی هستم که من در خانه کسی در جای میدم هر کس پیش من میاد مشکلش پیش من حل میدم شما هم آنه پیش من دیگه دفعه که آمدی خواه مخواه بیا درد میاری زیرا مشکل تا من حل میکن نمیتونی که در جای دیگری بری در اونجا با سراغش بکنی فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِ بِهِ پس اگر نیاوردید برادرتان را پس اگر برادر را پیش من نیاوردید فلا کیل لکم عندی پس هرگز پیمانه و کیل نباشد شما را نزد من نزد من دیگر کدام پیمانه ای نداری وَلَا تَقْرَبُونَ و هم نزدیک نشوید برای من دو کار باید بکنید فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِ بِهِ پس اگر نیاوردید برادر را پیش من فلا کیل لکم یک جزا چی شد؟ دیگر پیش من مزدی ندارید پیش ما کیلی ندارید ولا تقربون فکران بوده باشه که دیگه دفعه طرف دفتر ما نزدیک هم نشوید دیگه دفعه با شما را نمیمانیم که وارد دفتر ما هم شوید قالو گفتن سنراود عنه اباه البته خواهش میکنم از پدرش خواهش سنراود عنه اباه البته خواهش میکنیم از پدرش و انا لفاعلون و البته ما کنندگان چنین کار هستیم ما مجبور هستیم با خاطر اونان با تمام وسع خود کوشش بکنیم و انا لفاعلون البته ما کنندگانیم امی پیام تو را و اجرا کنندگان پیغام تو هستیم وقتی که تعهد گرفته شد که دیگر دفعه بیادر شکت خود میاره
و مال و گندم خود را گرفتند، برایشان بسته کردند. و قال گفت حضرت یوسف علیه السلام لفتیانیه برای غلامان خود، یا لفتیانیه الذین قالوا لهم، اما کسایی کمی بوجیار از گندم پر میکردند، یا بر اونا گفت اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم، بگذارید سرمایه ایشان را فی رحالهم در بارشان، لعلهم یعرفونها، شاید بشناسد آن را، بشناسد. چرا شاید بشناسد؟ شما اونا خود به یک تعبیر میگه که تو خود پوست ها را و بعضی چیزایی که بافت کرده بودن او را آوردن، زیر پول نقد نداشتن. حضرت یوسف علیه السلام این کارش گرفت، در عوضش پول را در مابین اما بوجیهش برش گذاشت. لعلهم یعرفونه، شاید که بشناسد امین نقطه را که این پول را که ما برش گذاشتیم دلیل خوبی هست که ما با اینها کردیم. اذا انقلبوا الى اهلهم، چون برگردن به سوی اهلشان، لعلهم یرجعون، شاید رجوع بکنن، شاید رجوع بکنه از چند وجه. یک وجه رجوعش خوی است که ای پول کجا ببینن، چون خانواده نبوت است اینا حرام نمیخورن، فردا میگه ای پول از ما نیست، زیرا با این خوبی که امرای ما در دهی مجلس کردن، جای ما را دادن، شب ما را نگاه کردن، حیوانات ما را کار دادن، بعد از او باز همه وسائل ما را به قیمت خوب خریدن، این پول که از یادشان رفت حالی ماهی را چطور بخوریم؟ لعلهم یرجعون، میگه شاید پس مراجعه بکنن با سپردن یعنی متاع. از این خاطر یک وجه تشویقی براشان میشه. یا ای که میگه این پول که ببینن به خوش میشن که اینه دیگه دفعه که آمدن نقد پول است ایره باز میدیم و بیشترتر گرفته میتونیم. فلما رجعو، پس انگامه که بازگشتن، الی ابیهم، به سوی پدر خویش، قالو گفتن یا ابانا، ای پدر جان، ای پدر ما، منع من الکیل، منع کرده شد از ما پیمانه، پیمانه از ما دیگه منع کرده شد تا مادامی که برادر خود را امرایش نداریم. فارسل معنا اخانا، پس بفرست با ما برادر ما را، نکتل تا پیمانه بگیریم، و انا له لحافظون، و هر انا ما او را نگهبانیم. پدر قطعا از ما منع میکنه پیمانه را، بار دوم نمیده. تو لطف بکو برادر را امرای ما بفرست تا نکتل ام پیمانه بگیریم مجددن، و انا له لحافظون، و هر آن ما او را نگهبان استیم، ما او را قطعا نگاه میکنیم، هیچ مشکلی هم به او پیدا انشالله نمیشود.